بازگشت پر ناتالی و موردی اوکنین به خانهشان در اسرائیل این زوج یک هفته پیش در استانبول بازداشت شدند مقامات غذایی ترکیه این دو را به علت عکاسی از یکی از اقامتگاه های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به جاسوسی متهم کرده بودند البته حالا روند قضایی در حال طی شدنه زیرا ارزیابی مبنی بر وقوع جرم نظامی و سیاسی مطرحه و با این ارزیابی دادگاه ها در آینده تصمیم گیری خواهند کرد از اونجا که این یک موضوع قضاییه فقط میتونم همین مقدار رو با هاتون در میون بگذارم بازداشت این زوج واکنش سریع دولت اسرائیل را در پیداشت یایر لاپید وزیر خارجه اسرائیل جاسوسی و هر گونه ارتباط این زوج با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل را رد کرد. مایلم به دستگیری زوج اوکنین در ترکیه اشاره کنم. وزیر خارجه من و سایر ارگانها این آخر هفته درگیر این مسئله بودیم. همه این ماجرا در مورد دو غیر نظامی بیگناه که به طور تصادفی در یک وضعیت پیچیده گرفتار شدند. من دیروز با خانوادهشون صحبت کردم و ما هر کاری برای حل این مشکل انجام میدیم. به این ترتیب و با وجود آنکه دادگاه استانبول پیشتر از تمدید قرار بازداشت این زوج اسرائیلی خبر داده بود، روز پنجشنبه هر دو آزاد شده و به اسرائیل بازگشتند. همزمان دفتر ریاست جمهوری ترکیه از گفتگوی تلفنی رجب طیب اردوغان و اسحاق هرتسوک رئیس جمهوری اسرائیل خبر داد. آقای اردوغان در این گفتگو ضمن تاکید بر اهمیت رابطه ترکیه و اسرائیل برای ثبات میانه گفت در صورتی که دو کشور با همفکری عمل کنند میتوان اختلافات بر سر مسائل دو جانبه و منطقه‌ای را به حداقل رساند آقای اردوغان سال گذشته هم نسبت به بهبود روابط با اسرائیل ابراز امیدواری کرده بود یعنی مذاکرات ما با اسرائیل در سطح موضوعات اطلاعاتی امنیتی متوقف نشده ما با برخی از افراد در سطح بالا مشکل داریم در واقع اگر چنین مشکلاتی در سطوح بالا نداشتیم روابط با اسرائیل میتونست بسیار متفاوت باشه و البته مسئله فلسطین هم وجود داره که خط قرمز ماست سال گذشته و در جریان نبرد 44 روزه جمهوری آذربایجان و ارمنستان باکو از حمایت نظامی ترکیه و تسلیحات نظامی اسرائیل بهره برد و توانست برنده میدان نبرد باشد. حضور نظامی اسرائیل در جمهوری آذربایجان اما واکنش جمهوری اسلامی را در پی داشت. تهران نسبت به همکاری نظامی تلاویو و باکو هشدار داد اما این مسئله بر تنش بین دو همسایه افزود. با این حال رجب طیب اردوغان پیش بینی کرد که تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان هرگز جنبه نظامی پیدا نخواهد کرد و علت آن را حراس ایران از روبرویی با اسرائیل دانست اشاره که واکنش خشمالود برخی مقامات ایرانی را هم به دنبال داشت آقای اردوغان حالا در حالی نسبت به بهبود روابط با اسرائیل ابراز امیدواری می کند که با بهره برداری از خط لوله گاز ترکستریم و وعده تأمین انرژی از سوی روسیه نسبت به منابع گازی ایران نیاز کمتری احساس می کند. اما واکنش تهران در صورت بهبود جدی روابط تلاویو و آنکارا چه خواهد بود آن هم در روزهایی که بخش زیادی از سرمایه های ایرانیان راهی ترکیه می شود و آنکارا هم قصد دارد در بازار ایران جای خالی کشورهایی همچون کره جنوبی را پر کند مهیار تحماسبی رادیو فردا